خیلی خوش اومدی نارشون به این گفتگو ممنونم در رابطه با گزارشی که اخیرا نوشتین صحبت کنیم تو گزارشی که نوشتید اتفاقا با این عنوانم هست که ستون نویسای های مشهور آمریکایی به اسرائیل توصیه کردن که به ایران حمله نکنن میخواستم ازتون بپرسم که خب بر اساس حالا که صحبت میکنیم این حمله هم صورت گرفته هم. اما این در واقع افراد مشهور بر چه اساسی چرا این توصیه رو به اسرائیل داشتن و حالا که این حمله صورت گرفت واکنشی هم داشتن نسبت به اون بله البته حمله خب نسبتا خیلی محدودی بود و از این جهت خب واکنش به اون هم در همین زمینه بود ببینید نکته که من سعی کردم در مقاله نشون بدم جالب بود که من نگاه کردم به تحلیلگرانی که به خب نقطه مشترکشون اینه که به همین شمال شرق آمریکا و محافل قدرتمند نظریه اونجا تعلق دارن این روزنامه هستن که نفوذ بسیاری دارن اینها ستونهایی هستند که در کاخ سفید خونده میشن و در مجامعه امنیتی اطلاعاتی هم آمریکا هم اسرائیل خونده میشن ولی خب از تیفهای فکری خیلی مختلف بودن البته در همون چارچوب نسبتا محدود اون اونجا دیگه یعنی منظور حالا نه کسایی که خیلی چپ هستن یا خیلی راست هستن اما خب مثلا از توماس فریدمنی که لیبرال هست و برای نیویورک تایمز می نویسه تا برت استفنس که در همون روزنامه می نویسه، اما خب خیلی راستگرا هست بیشتر تا کسی مثل دیوید ایگناتیوس که برای روزنامه واشنگتن پست می نویسه و میشه گفت حالا در این میان مرکزگرا یا میانه گراتر هست و خب این چهره بسیاریشون هم خب تعلق خاطر زیادی به اسرائیل دارن خیلیشون همونجوری که مقاله اشاره کردم خب خودشون از جامعه یهودی آمریکا هستن و تعلق خاطر دارن اما خب در این جامعه هم موازه خیلی مختلفی وجود داره نوع موزگیریشون هم چه در رابطه با جنگ اسرائیل علیه حماس و چه در مورد درگیری های احتمالی جمهوری اسلامی چه در مورد سیاست خارج آمریکا تفاوت های زیادی داره اما اون نکته مشترک این هستش که یک نگرانی به حال عمومی وجود داره از عواقب بالا گرفتن و یک درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل و با اینکه مثلا کسی مثل استفنز تاکید میکنه که اگه چنین درگیری شد آمریکا باید حتما از اسرائیل پشتیبانی کنه اما جالبه مثلا در ستونی که من بهش اشاره کردم اینو توی مقالم نگفتم ولی خب مثلا جمله آخرش میگه که یک اصطلاح انگلیسی رو به کار میبره که انتقام قضاییه که بهتر سرد سرو بشه که یک اصطلاحی منظور که مثلا شاید مشابه این باشه که میگن با پنبه سر بریدن مثلا یعنی منظورش این هستش که اسرائیل اگه میخواد کاری کنه علیه حملات جمهوری اسلامی بهتره حمله ای نکنه که بیشتر برای خودش بد بشه خلاصه اینکه نقطه مشترک همه این هستش که نگران هستند و خواهان این درگیری گسترده تر در منطقه نیستن درسته حالا با توجه به اون که حتی اسمشو حمله هم نمیشه گذاشت جوابی که ایران در قبال حرکت اسرائیل در سوریه انجام داد آیا هنوز هم میشه این اطمینان رو داد که در صورت حالا درگیری های بعدی ممکنه که جنگی صورت بگیره یا نه هم همچنان این در واقع مذاکرات پشت پرده یا این حالت توند از روی لفظی اتفاقا جریان پیدا میکنه بله البته خطر جنگ بین اسرائیل و ایران وجود داره خط جنگی که احتمال داره اگر صورت بگیره آمریکا هم به به سمت اسرائیل وارد بشه این خطر کاملا وجود داره همیشه وجود داشته باز میخوام سالهاست وجود داشته در چند ماه گذشته تقویت هم شده علتش این هستش که بالاخره علتش این هست که جنگ در واقع در جریان یک جنگ در سایه هست اما در جریان هم اسرائیل بسیاری از خب اسرائیل در خاک ایران بسیاری از مقامات مختلف و از مقامات مثلا دانشمند هسته ای تا چهره های نظامی سپاه اینا رو کشته در خاک ایران در خاک کشور دیگه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل اقدامات مختلفی انجام داده در منطقه از اینکه حالا سعی کنه به بعضی کشتی ها به اصطلاح تعرض بکنه به کنار ولی خب از گروه های مختلف تروریستی که مخالف اسرائیل در منطقه هستن حمایت گسترده و علنی سیاسی دیپلماتیک نظامی و مالی میکنه و اینها هم نمیکنه به هر حال مثلا حمله فاجعه 7 اکتبر سال گذشته در واقع هر نظری ما راجبه رابطه جمهوری اسلامی با اون داشته باشیم که بسیار تحلیلگر معتقدن جمهوری اسلامی با خبر نبوده از حمله از قبل اما به حال حماس و جهاد اسلامی و گروه که این رنج دادن مورد حمایت هستند و مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند بنابراین شکی در این وجود نداره که این خطر وجود داره و این خطر در این بازه زمانی اول آوریل به بعد بعد از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق بیشتر شد و بعد خب بعد از حمله 13 آوریل دوباره خیلی نفس ها در سینه حبس شد ولی خب الان تا حدودی خیال ها راحت شد که به حال در این بازه کوتاه سرعت نگرفت اما باز اگه ما نگاه کنیم به کسانی مثل, مثل مثلا افشین استوار که از استادای دانشگاهی آمریکا هستن ایشون در مقاله که در مجله فاین افرز چاپ شد در همین چند روز گذشته حتی از واژه گریزناپذیر استفاده میکنن یعنی میگن درگیری بین ایران و گریزناپذیر است و در تحلیل ایشون نشون میده که بخش های از سپاه به یک به یک حالت پرخاشگری جدیدی رسیدن و این به حال اعتماد به نفس رو داشتن که علیه اسرائیل مشک پراکنی بکنن چون که در روز 13 آوریل دیدیم یعنی به حال این گونه است اما نکته مهم این هستش که در آمریکا حالا چون به موضوع اصلی مقاله میگیم در آمریکا و در محافل گسترده آمریکا واقعا تا حدودی که خیلی افراطی نباشن از یکی از دو طرف این همه خواهان این هستن که جلو چنین جنگ گرفته بشه چون اون رو ب... علیه منافع بسیار مثلا فریدمن در مقالش این اشاره میکنه که خب نفت میشه 250 دلار بشکه اگر انتفاق بیفته که خب برای تمام دنیا مطرح بود در خیلی از کشورها یاد جنگ یونکیپور کیپور سال 1973 میافتند که به حال به اون بحران نفتی منجر شد و باز شد هم قیبت نفت خیلی بالا بره هم کمبود نفت پیش بیاد در کشورهای مختلف و خیلی اروپایی ها یادشون هست که مثلا اون زمستان سخت که حالا میگفتنم اون موقع بود البته خیلی تحلیلگران میگن چنین چیزی غیر ممکن هست امروز اصولا یعنی هر بازگشت به با اون شرایط سال 1973 ممکن نیست ولی به حال نگرانی نسبت به این جنگ وجود داره نکته آخری هم که اشاره میکنم که در مطلب حتی کسانی که خیلی مدافع راستگرای اسرائیل مثل استفنز هستند این هستش که به این, به, این واقع، به این واقعیتش اینه که بعد از هفته اکتبر خب افکار عمومی جهان تا حدود زیادی همراه اسرائیل بود چون این حمله تروریستی رو در واقع از سر دیده بود بسیار از مردمش بیگوه، مردم بی‌گناهش کشته شده بودن اما در شش ماه گذشته اسرائیل دست به جنگ گسترده در غزه زده به گفتان بسیاری جنایت جنگی منجر شده به علت اتهام نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی جنایی از میخوام دیوان بین‌المللی لاهه در واقع دیوان کیفری نیست اون یکی دیوان اونجا خب با شکایت آفریقای جنوبی رفته و مجبور به پاسخگویی شده به حال افکار عمومی به سمتش نیست و در مهمتر از همه اینکه در جهان عرب کشورهای عربی که خب قبل از هفت اکتبر و قبل از این جنگ کنونی بسیاری یک جورهایی به حال اگر هم همکاری با اسرائیل نمی‌کردن بالاخره حالت خنثاتری نسبت بهش داشتن خب الان شاهدین هستید که در کشورهای خودشون خیلی احساسات زیادی نسبت به اسرائیل وجود داره و به دلایل مختلف اونها در زم به هیچ وجه خواهان جنگ نیستن بنابراین اینکه کسانی که خواهان این هستن که با هر قیمتی هست جلوی درگیری ایران و اسرائیل رو بگیرن میگن که نگران این هستن که عواقب اون برای عربستان سعودی برای اردن, اردن اردنی که میدونید در روز 13 آوریل عملا حمایت کرده از اسرائیل با منهدم کردن پهپادها موشک های ایران نگران هستن که خب بعض اونها هم در واقع بدتر بشه و ما این رو هم ب... گفتم آخری دیگه این واقعا آخریش این که نکته دیگه ای هم که باید یادم باشه ما قبل از حف... قبل از حملات ماه اکتبر سال گذشته شاهد یک دوره از کاهش تنشها ها در خاورمیانه بودیم به طور کلی جمهوری اسلامی روابطش رو با عربستان سعودی عادی سازی کرد ترکیه هم با عربستان سعودی هم با امارات متحده عربی و همین امروز که من رو شما صحبت میکنیم کنیم رئیس جمهور ترکیه در کردستان عراق هست اونجا قراردادی امضا کرد هم با عراق هم با قطر هم با امارات متحده عربی کشورها همشون یکی یکی با هم در بدترین دعوه ها بودن دو سه سال گذشته و بنابراین ج... خواست بسیار طیف گسترده از تحلیلگران و ب... ب... با چهرهای امنیتی و اینها این هستش که برگردیم به همون جو و حالا نهایتا هم آرزوشون برقراری صلح بین اسرائیل و عربستان سعودی هست که طبیعتا ریاض میگه تنها زمانی به چنین چیزی تن میده که دولت فلسطینی تشکیل بشه و خب اگر دوباره جنگ بین ایران و اسرائیل در بگیره تمام اونها خراب میشه و وارد یک دوره جدیدی میشیم مرا برای این خیلی سعی میکنم از چنین چیزی اجتناب کنم خیلی ممنون مرسی از صحبت های تکمیلی در رابطه با گزارشی که نوشتید